نوجوانان چه می جویند؟ نوشته دیوید ویلکرسون ترجمه تا میکائیلیان فصل 19 موعد قصد دوم نزدیک میشد و بقای زیر باعث شد که من تلاش زیادی بکنم تا وچه لازم تأمین گردد و خدمات مرکز نوجوانان ناتمام نماند بلکه این مرکز مفید بتواند به کار خود ادامه دهد یک روز عصر ماریا به من تلفن زد و اظهار تمایل نمود که با من ملاقات کند. من گفتم ماریا خیلی خوشحال خواهم شد که نزد ما بیایی. آدرس جدید ما رو که میدونی. منتظر هستم. فورا لیندا را صدا کردم و وضع ماریا را به طور خلاصه برای او گفتم و اضافه نمودم تو باید حتما با این دختر آشنا بشی. زیرا استعدادهای ذاتی فراوانی داره و اگر بتونه از استعدادهای او به طرز صحیح استفاده بشه دختر بسیار مفیدی خواهد بود او دختر شجاعیه ولی از شجاعت خود برای رهبری اعضای دسته استفاده میکنه وقتی به رهبری دختران دسته انتخاب شد یکی از مراسم این بود که پشت به دیوار ایستاد و اعضای دسته با شدت هرچه تمامتر او را زدند تا استقامت و شجاعت او ثابت شود این دختر قدرت رهبری العاده ای داره ولی استعداد خود را هم در اختیار اعضای دسته قرار داده و در دسته ای او اکنون بیش از 300 دختر عضو هستند گمان میکنم حالا دوباره به هروئین معتاد شده به طور خلاصه برای لیندا شرح دادم که ماریا چگونه با هروئین مبارزه کرده و اضافه نمودم که وقتی اولین بار در حدود چهار سال قبل او را ملاقات کردم در شاهرگ خود هروئین تزریق میکرد ولی در جلسات سنت نیکولاس توبه کرد و از هروئین دست کشید و ازدواج نمود و زندگی آرامی شروع کرد. ماریا از دسته خود خارج شد و شوهرش که جانی نام داشت مشغول کار شد و خداوند فرزندانی به آنها بخشید. یک روز ماریا و جانی دعوا کردند. ماریا ناراحت شد و از شدت عصبانیت دوباره گرفتار هروئین گردید. باز هم مدتی ترک کرد ولی الان که تلفن کرده حتما میخواد به من خبر بده که باز گرفتار شده وقتی من و لیندا مشغول صحبت بودیم منشی به ما خبر داد که ماریا اومده و او از آخرین باری که او را دیده بودم خیلی عوض شده بود قیافه او به قدری مرگبار و ناراحت کننده بود که من و لیندا وقتی او را دیدیم بی اختیار با ناراحتی از جای خود بلند شدیم چشمانش خیره و از حال رفته بود و از بینی او آب سرازیر شده و صورتش رنگ پریده و لاغر بود. موهایش پریشان و کفشایش پاره و پاهایش بدون جوراب و کثیف بود. عجیبتر از همه دستهایش بود زیرا به جای اینکه در اطرافش آویزان باشد گره شده بود و مشتهای خود را متصل باز و بسته می کرد مثل اینکه حاضر بود با کوچکترین اشاره مشغول زد و خورد شود. ماریا حرف خود را این طور شروع کرد. آقای کشیش ویلکرسون لازم نیست بگم که به کمک شما احتیاج دارم. گفتم ماریا داخل شما اینجا بشین. لیندا هم به او گفت حالا برای شما چای خواهم آورد. بیچاره لیندا نمیدانست که در میان اعضای دسته های نیویورک مقصود از چای پارتی عبارت است از استعمال هروئین و به همین دلیل وقتی ماریا با شدت جواب منفی داد لیندا دچار تعجب شد وقتی ماریا نشست از او پرسیدم بچه ها چطورن؟ جواب داد اطلاعی ندارم. گفتم مگه از جانی جدا شدی؟ گفت نمیتونیم با هم بسازیم با هم دعوا میکنیم. من به لیندا نگاهی کردم و به ماریا گفتم من وضع شما رو برای لیندا شهر دادم و خیلی میل دارم که بعد از این ملاقات با او بیشتر آشنا بشی. زیرا لیندا در میان دختران کار میکنه. علت این که من اون رو برای این کار انتخاب کردم اینه که مشکلات و گرفتاری های مردم رو به خوبی درک میکنه و با همه دوست میشه. ماریا و لیندا مدتی با هم به طور خصوصی صحبت کردن. مدتی بعد لیندا با ناراحتی به دفتر من آمد و اظهار داشت دیوید فعلا نتونستم کاری بکنم. باز گرفتار هروئین شده. چه زهر پلید و کشنده ایه مردم رو به تدریج به طرف گور سرد میکشونه. چند روز بعد و از بدتر شد زیرا ماریا تلفنی با لیندا تماس گرفت و از او کمک خواست گرفتاری بزرگی برای او پیش آمده بود و نمیدونست چطوری ازش خلاص بشه سه بار هروئین تزریق کرده و مشروب زیادی خورده بود و میخواست همراه دسته سابق خود با دسته دیگه ای به جنگه و اضافه کرد میخوام دختری رو که دیکسین نام داره بکشم. هر طور شده بیا و نزار این کار رو انجام بدم. به محض اینکه سخنان ماریا به وسیله تلفن تمام شد، لیندا و دو نفر از همکاران او به خیابان 134 مانهاتان رفتند و فوراً به مرکز دسته دختران وارد شدند. بیش از یک ساعت در آنجا معطل شدند ولی بالاخره موفق گردیدند از شروع زد و خورد و قتل احتمالی جلوگیری کنند. وقتی به مرکز نوجوانان برگشتند، لیندا با ناراحتی اظهار داشت دیوید و از این دختران بسیار وخیمه باید برای خلاصی اونا اقدام جدی به عمل بیاریم. این وقایع باعث شد که ما مطالعات عمیقتر و دامن دارتری در مورد هروئین و قربانیان آن به عمل آوریم. در طی چند سال اخیر اطلاعاتی درباره خطرات مواد مخدر کسب کرده بودم ولی نتایجی که از مطالعات نهایی به دست آوردم واقعا وحشتناک و تکان دهنده بود. طبق آخرین آمار رسمی فقط در شهر نیویورک بیش از سی هزار معتاد وجود دارد و تازه این رقم مربوط به کسانی است که تحت درمان قرار گرفته و یا زندانی شدند. هزاران نفر دیگر به کشیدن هروئین از راه بینی و تزریق آن در زیر پوست معتاد می باشند و به این طریق چندین هزار نفر مرد و زن و نوجوان به وسیله این زهر کشنده به قول لیندا به تدریج به طرف گور سرد کشانده می شوند. در میان این معتادان تعداد نوجوانان به قدری زیاده که به جمعیت یک شهر کوچیک میرسه و طبق آماری که به دست اومده تعداد اونا بیش از چهار هزار نفره. ولی آنچه موجبات نگرانی شدیدی را فراهم میسازد این است که میزان درصد نوجوانان معتاد رو به افزایش است. یعنی با وجودی که هر سال صدها نفر از معتادان بر اثر افزایش سن از میان نوجوانان خارج می شوند و بدین طریق باید هر سال تعداد نوجوانان معتاد کمتر شود ولی معهزا هر سال تعدادشان رو به فزونی می رود. برای اینکه مطالعات ما در این مورد کامل شود اول لازم بود خودم شخصا به این موضوع توجه داشته باشم که معاملات مواد مخدره برای قاچاقچیان و فروشندگان آن چه منافع بی حد و حصری در بر دارد. در حال حاضر متداول ترین ماده مخدری که در نیویورک وجود دارد هروئین است که از مشتقات تریاک می باشد. هر کیلو هروئین در بیروت به مبلغ 3000 دلار خریداری می شود و به طور قاچاق چند دست می گردد و برای اینکه وزنش بیشتر شود مواد دیگری از قبیل شیر خشک و گرد گنگنه گنه با آن مخلوط می گردد. و در خیابانهای نیویورک هر کیلو به مبلغ 300 هزار دلار بدون اینکه مالیاتی به منافع آن تعلق گیرد به فروش می رسد. حتی در مواقعی که میزان عرضه کمتر می شود، یک کیلو هروئین که مبلغ 3 هزار دلار خریداری شده، گاهی تا یک میلیون دلار معامله می شود. البته هر داد و ستدی که در آن انسان بتواند با 3000 دلار سرمایه گذاری مالک یک میلیون دلار گردد خواه ناخواه پیشرفت می کند. برای اینکه روشن گردد که چرا خرید و فروش هروئین در نیویورک رواج دارد باید اضافه کرد که جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان بسیار مشکل و حتی غیر ممکنه. مثلا برای اینکه یک کشتی از لحاظ هروئین به طور کامل مورد تفتیش قرار گیرد باید دوازده نفر معمور دولت تقریبا یک روز وقت صرف نمایند در حالی که هر سال 12500 کشتی از بنادر خارجی وارد نیویورک می شود. به علاوه 18000 هواپیما در این شهر بر زمین می نشیند. برای بازرسی این سی هزار کشتی یا هواپیما اداره کل گمرک وزارت دارایی ایالات متحده ای آمریکا فقط 265 کارمند دارد. بدین طریق اگر کسی در این مورد سابقه این نداشته و توسط معمورین شناخته نشده باشد به آسانی می تواند یک کیلو از این ماده را که یک میلیون دلار ارزش دارد در کیسه های کوچک نایلونی در زیر لباس های خود پنهان کند و بدون اینکه خطری متوجه ای او باشد وارد نیویورک گردد حالا باید دید که فروشندگان چطور موفق می شوند مشتری پیدا کنند اخیرا خبری با طول و تفصیل در روزنامه ها چاپ شد مبنی بر اینکه فروشندگان هروئین در محوطه یکی از مدارس مشغول فعالیت بودند و این خبر سر و صدای زیادی به پا کرد ولی رؤسای این مدرسه قبلا از این جریان با خبر بودند ولی مسئله خیلی ساده نبود که بتوانند آن را فوری حل کنند کما اینکه یکی از مدارس خروج شاگردان را در ساعات ظهر برای صرف نهار ممنوع کرده و در داخل مدرسه وسایل صرف غذا را آماده نموده بود تا نوجوانان بیرون نروند و گرفتار فروشندگان هیلگر و چرب زبان هروئین نشوند ولی این کارها چندان فایده ای نداشت زیرا فروشندگان و دلالان هروئین بعد از تعطیل شدن مدارس با شاگردان تماس می گیرن و حتی به قدری جسور شدن که گاهی به زمین بازی می آین. این فروشندگان نمونه ای از متاع خود را مجانن در اختیار نوجوانان قرار می دهن. یکی از نوجوانان که جوزف نام داشت و من با او دوستی نزدیکی پیدا کردم طرز کار فروشندگان را برای من این طور شرح داد. دیوید فروشنده انسان رو سوار ماشین خودش میکنه و گاهی در همون ماشین یکی دو نفر از دوستان و حتی هم کلاسان هم وجود دارن که مشغول کشیدن سیگار ماریجوانا هستن و میگن که ماریجوانا ضرری نداره و انسان رو معتاد نمیکنه. البته حرف اونا صحیحه ولی ضرر ماریجوانا اینه که انسان رو به اعتیاد به سایر مواد مخدره میکشاند. فروشنده پیشنهاد میکنه که شما هم یک دفعه امتحان کنید. اگر تردید نمایید سایر پسران شما را مسخره میکنند و بچنانه میخوانن به طوری که شما مجبور میشین حرف اونها را قبول کنین و اولین قدم را بردارید. منم هم همینطور معتاد شدم. توضیحات جوزف کاملا صحیح بود. پسری که برای اولین بار سوار ماشین فروشنده میشه از بوی ماریجوانا مست و تا حدی گیج میشه به طوری که مشکلات و گرفتاری های خودش رو فراموش میکنه. غالب کسانی که معتاد میشن اشخاصی هستند تنها ناراحت عصبی و غالبا والدینشان از یکدیگر طلاق گرفتن این گونه پسران وقتی یک بار سیگار ماریجوانا میکشند شادی و مسرت دائمی در خود احساس میکنند پسری که ماری میکشه پدر دائم الخمر خود را فراموش میکند و مادر سرگردان خود را از یاد میبرد او دیگه از کمبود محبت در زندگی و از فقر خفه کننده و از اینکه مجبور بر اثر فقر با پدر و مادر و خواهران و برادران خود در یک اتاق و گاهی در یک رخت خواب بخوابد احساس ناراحتی نمی نماید. تمام این گرفتاری ها را فراموش می کند و خود را آزاد حس می کند و این امر برای او اهمیت بسیار زیادی دارد. روز بعد فروشنده گستاخ دوباره ظاهر می گردد و این حلال مشکلات را به او ارائه می دهد. و وقتی که این پسر آماده شد ماده قوی تری که هروئین نام دارد به او عرضه می شود. یکی دوبار اول هروئین به طور مجانی در اختیار نوجوانان نگونبخت قرار می گیرد. فروشنده از نتیجه کار خود اطمینان دارد و این کار برای او اطلاف پول محسوب نمی شود زیرا می داند که اگر کسی پانزده روز متوالی هروئین مصرف نماید صد درصد معتاد خواهد شد. اکنون به جنبه پلید و شیطانی قضايا می رسیم. هر بار که شخصی در رگ خود هروئین تزریق می کند این کار برای او 15 دلار در حدود 110 تومان تمام می شود. یک بار که هروئین کمیاب بود یک دختر 20 ساله به من گفت دیوید من هر روز 60 دلار صرف هروئین می کنم. بعضی از دوستان من برای این کار روزانه حتی 100 دلار خرج می کنن زیرا گرفتار هروئین شدن و چاره ای ندارند. قالب معتادان به طور متوسط روزانه بین 25 تا 30 دلار صرف خرید هروئین می نمایند. حال این سوال پیش میاد نوجوانی که هفته ای حد اکثر دو دلار پول جیبی داره از کجا میتونه روزی اقلا 25 دلار به دست بیاره در اینجاست که نوجوانان برای تأمین پول هروئین شروع به ارتکاب هر نوع جرم و جنایتی کنند و به همین علت است که دزدی و جیب و سرقت و ماشین دزدی و پول گرفتن با تهدید و استفاده از اسلحه برای لخت کردن مردم از مشکلات عمده نیویورک می باشد و مقامات پلیس نیز اعتیاد به هروئین را علت اصلی این کارها می داند. باید در نظر داشت اشیایی که به سرقت می رود غالبا به یک سوم قیمت واقعی فروخته می شود. و به همین دلیل برای تأمین 25 دلار لازم شخص معتاد روزانه معادل 75 دلار کالا سرقت نماید. طبق آماری که توسط اداره مبارزه با مواد مخدر تهیه گردیده فقط در نیویورک برای خرید مواد مخدره سالانه معادل 200 میلیون دلار کالا به سرقت میره ولی دزدی به تنهایی نمیتواند مخارج هنگفت اعتیاد را تأمین نماید زیرا هم دردسر زیادی دارد و هم غالبا باعث گرفتاری میگردد ساده ترین راه این است که انسان خودش نیز فروشنده هروئین بشود در یک شب تاریک در گوشه یکی از خیابانها یک نوجوان 18 ساله که کارل نام داشت برای من شهر داد که چگونه این کار را شروع کرده. مدت سه سال در رکای خود هروئین تزریق می کرد و وقتی متوجه شد که باید روزی 25 دلار برای خرید هروئین به پردازد، نزد فروشنده هروئین رفت و آمادگی خود را برای فروشندگی هروئین اعلام داشت. ولی فروشنده به او گفت شرطش این است که خودت مشتریانی پیدا کنی تا از تو هروئین بخرم از همین جمله میتوان به علت توسعه روزافزون این کسب شیطانی پی برد کار برای اینکه بتواند مخارج اعتیاد خود را تأمین نماید سایر پسران را به استعمال این سم مهلک تشویق می کرد و از همان روشی پیروی می نمود که برای گرفتار ساختن خودش استفاده کرده بودند. و بدین طریق نوجوانان حساس و ناراحت و بیکس رو پیدا میکرد و معتاد میساخت. گاهی از این پسران می چرا از این اعتیاد کشنده دست نمیکشید؟ ولی موضوع به این سادگی ها نبود. فرض کنیم جوانی تصمیم بگیرد که هروین را ترک نماید. در حدود دو ساعت بعد از اینکه تاثیر آخرین تزریق از بین می روید، در این جوان عوارز دیر شدن هروئین ظاهر می گردد. ابتدا احتیاج شدیدی به هروئین احساس می نماید و مثل این است که تمام ذرات وجود او هروئین می خواهد و سپس شروع به عرق کردن می نماید. احساس سرما می کند و تمام بدنش می لرزد و تبع او به تدریج بالاتر می رود و شروع به استفراغ می کند و حالت تهوع ساعتهای متمادی ادامه می یابد. رشته های اعصابش در تمام بدن به ارتعاش در می آید و به شدت درد می کند. در حالت نیمه بیهوشی کابوس های وحشتناک می بیند که به قدری آور است که اشخاص الکلی هرگز در خواب هم چنین کابوس هایی ندیدند. این وضع سه روز تمام ادامه دارد و اگر کسی به کمک او نرسد تا به تحمل این وضع را نخواهد داشت و مجبور است باز هروئین تزریق نماید. حتی در مواردی که شخص معتاد تحت درمان باشد فقط ده درصد احتمال مداوا وجود دارد. زیرا هر سال 3500 نفر معتاد برای ترک اعتیاد در بیمارستان لگزینگتون ایالات متحده بستری می شوند و در حدود 600 نفر دکتر و پرستار و کارمند بیمارستان تمام کوشش و همه خود را صرف آزادی معتادان می کنند ولی بررسی های 20 ساله از سال 1935 تا 1955 نشان داده که 64 درصد معتادان بعد از ترک بیمارستان دوباره در چنگال هروئین گرفتار می شوند و دوباره به بیمارستان مراجعه می کنند. به علاوه عده دیگری هم که دوباره گرفتار هروئین می شوند دیگر به بیمارستان بر نمی گردند. طبق اظهار دکتر دایاماند که از متخصصین این رشته می باشد در حدود 85 تا 90 درصد معتادان بعد از معالجه دوباره گرفتار هروئین می شوند. یکی از معتادان که قبلا در بیمارستان بستری شده بود به من میگفت شخصی که گرفتار هروئین می شود دیگه به هیچ وجه خلاصی نداره من خودم پنج دقیقه بعد از اینکه از بیمارستان خارج شدم باز به خودم هروئین تزریق کردم حال باید دید وضع 90 درصدی که نمی توانن اعتیاد خود را ترک کنند چه می شود جسم آنها روز به روز به سوی نابودی نزدیکتر می شود شخص معتاد به درجه ای از بدبختی می رسد که شبیه مرده متحرکی می گردد. علائم اعتیاد متفاوت بوده و به طرق زیر ظاهر می گردد. دندان ها خراب می شود، اشتها از بین می رود و معده و روده کار خود را به خوبی انجام نمیدهد. کیسه صفرا تحریک می شود. رنگ چشم و پوست به زردی می گراید. گاهی اطراف بینی قرمز می شود. قضروفی که دو طرف بینی را از یکدیگر جدا می کند از بین می رود و تنفس مشکل می گردد. اکسیژن خون کم می شود و آثار برونشیت و سل پدیدار می گردد. صفات نیکوی اخلاقی از بین می رود و صفات پرید و زشت قوی تر می شود. آلات تناسلی تحت تاثیر هروئین قرار می گیرد. رگ ها بسته می شود و جاهای زخم بنفش رنگ باقی میمانند که منظره بسیار زشتی دارند. جوش و ورم باعث آزار پوست می شود و درد شدید بدن انسان را به شدت ناراحت می سازد. اعصاب متلاشی می گردد و از شخص معتاد حرکات غیر ارادی زننده و وحشتناک سر می زند. ترس و وحشت خیالی فکر را تباه می نماید و گاهی به دیوانگی واقعی می انجامد. غالبا مرگ زودرس فرا می رسد و جوانان را به گور سرد می کشاند. تعداد مسلولین در میان معتادان هروئین چهار برابر بیشتر از اشخاص عادی است. به علاوه امراضی نظیر زاتل ریه و برونشید و خونریزی مغزی و سایر امراض در میان معتادان خیلی زیاد است. این است نتایج اعتیاد به هروئین یعنی نابودی و فنا. کار که قبلا درباره او صحبت کردیم تمام عواقب کار خود را میدانست ولی این آگاهی مانع کار او نمیشد شورتی هم مثل او بود شورتی برای چارهجویی نزد من آمده بود ولی درس عجیبی به من داد شورتی 19 سال داشت و به هروئین معتاد بود از 15 سالگی گرفتار هروئین شد تمی که دختر بسیار زیبای 17 ساله ای بود گرفرند شورتی بود والدین این دختر از اشخاص سرشناس نیویورک بودم و حتی در یکی از کلیساهای رسمی عضویت داشتند. شورتی از من خواهش کرد که این دختر را از چنگ هروئین آزاد کنم و تصمیم گرفتن به دیدن او برم. من و شورتی به یک زیرزمین بسیار تاریک که در کوچه پس کوچه های بروکلین واقع شده بود رفتیم. در زدیم و با حوصلگی در انتظار ماندیم. سپس در باز شد و تمی وقتی ما را دید از ملاقات ناگهانی ما هم تعجب کرد و هم ناراحت شد. در این زیرزمین نیمه تاریک دو پسر هم وجود داشتند. در روی زمین وسایل تزریق هروئین شامل سرنگ و دستگاه گرم کردن و آب کردن هروئین و همچنین مقداری هروئین در بسته کوچک نایلونی دیده می شد. تمی در حالی که با سر به طرف من اشاره می کرد پرسید این شخص کیه؟ شورتی گفت از خودمونه من از آقای واعظ خواهش کردم به اینجا بیاد تمی گفت اگه اومده تا با من صحبت کنه پس باید منتظر باشه سپس تمی پشت به ما کرد و کار گرم کردن را ادامه داد مثل اینکه شورتی افکار مرا خونده بود زیرا با صدای آهسته به من گفت مانع کار آنها نشوید زیرا اگر از کار آنها جلوگیری کنید این پسران شما را خواهند کشت شوخی نمیکنم در همین جا آرام بمانید تا چیزهای تازه یاد بگیرید. من حرف شورتی رو گوش دادم و در اونجا موندم تا ببینم این نوجوانان چطور با دست خود این زهر مهلک را به بدن خود تزریق می وقتی مقدمات کار حاضر می شد شورتی به طور خلاصه شرح حال تمی را برای من بیان کرد. این دختر بسیار زیبا از پانزده سالگی گرفتار هروئین شده. در ابتدا والدینش نمیدونستند چه خبره و فقط دیدن که دخترشون از اونا جدا شده و به دهی رفته و تنها زندگی میکنه. ولی تصور میکردن که به زودی دوره اسیان او به پایان میرسه و رام میشه. پس او رو به حال خودش گذاشتن. تمی علاوه بر اینکه گرفتار هروئین شد با پسران روابط جنسی پیدا کرد و بعدا به خاطر پول خودفروشی میکرد. شورتی اضافه کرد که تمی برای اینکه بتونه هروئین بخره هنوز هم خود فروشی میکنه و مشتریان زیادی داره که غالبا از تجار متعهل هستند ولی خودش از این کار لذت نمیبره منظره ای که میدیدم به قدری وحشتناک بود که تا عمر دارم از خاطرم محو نمی شود وسایل کار آماده شده بود هر سه نفر و همچنین شورتی تلاش میکردند تا زودتر از دیگران تزریق نمایند کسی که از همه ناراحت تر بود میتونست اول تزریق کنه. ناگهان دیدم که شورتی گرفتار لرز و قش و حالت تهوع گردید و شروع به ناله کرد. از قرار معلوم اول نوبت او بود. این چهار نوجوان با چشمان حسرت بار به معبود خود هروئین نگاه میکردند در حالی که یکی از آنها گرد هروئین را به داخل ظرف میریخت و مواظب بود که یک ذره از آن تلف نشود. هر سه با ناله میگفتند زود باش دیگه دیگه نمیتونیم صبر کنیم. اون پسر با دست های لرزان اجاق را روشن کرد و محتوای ظرف را جوشانید. سایرین کمربند او را باز کردند و به بازوی شورتی بستند تا رگ او متورم شود و برای تزریق آماده باشد. همه به اوج هیجان رسیده بودند به طوری که دندانهای خود را به هم می و مشتهای خود را گره می کردن تا از شدت هیجان سرنگ پر از هروئین را از دست شورتین نقاپند اشک از گونه هایشان روان بود و زیر لب پشت میدادند و لب های خود را میگزیدند سپس به نوبت این زهر را به داخل رگهای برجسته خود تزریق کردند من قبل از اون منظره ای را که تا این حد جهنمی باشه ندیده بودم این نوجوانان بعد از تزریق از شدت لذت به تدریج بیحال شدند و به حالت رویایی دچار گردیدند مدت زیادی به حرفهای زشت و بیمعنی آنها گوش دادم بعد شورتی برای من تعریف کرد که در رویا دیده است که در برابر کوهی از هروئین ایستاده و سرنگهای پر از هروئین و آتشی ابدی میدیده که هروئین را میجوشاند این رویا به نظر او یه منظره بهشتی بود زیرا میتونست تا ابد به رگهای خودش هروئین تزریق کنه سپس شورتی ناگهان به یاد آورد که چرا مرا به اونجا دعوت کرده و از من پرسید خب آقای وایز بازم حاضر هستی تمی رو از اسارت هروئین خلاص کنید؟ جواب دادم که منتهای کوشش خود را به عمل خواهم آورد. وقتی با تمی شروع به صحبت کردم با چشمای بیحال به من نگاه کرد و گفت گوره تو گم کن. چه لذتی از لذت فعلی بالاتره؟ خودم رو تو بهش میبینم. تو این لذت رو اصلا نمیتونی درک کنی. من به کمک واعظ احمقی مثل تو احتیاج ندارم. مثل این بود که شورتی هم بعد از تزریق هروئین از دعوت من پشیمون شده بود زیرا وقتی گفتم نمیتونم با سحر و جادو معتادان را آزاد سازم بلکه به آنها کمک میکنم که آزاد شون سرش را خاروند و با تعجب پرسید اگه اینطوره پس چرا اینجا اومدی من جوابی نداشتم و در دل به شکست خود اعتراف کردم همونطور که در مورد ماریا شکست خورده بودم در این مورد هم شکست خوردم و با ناامیدی اون محل را ترک کردم وقتی باز برای کمک به آنها برگشتم تمیو و شورتی آنجا نبودند و اثری از وسایل تزریق هروئین دیده نمیشد هیچکس نمیدونست کجا هستند و مثل این بود که هیچکس علاقه ای نداشت که چنین موضوعاتی را بداند